یکی از اون سوالات خیلی رو مخ واقعا برای دانشجویان این هستش که تانسور تنش چیه دقیقا؟ چون من از ترم تقریبا سه که درس مکانیکی مواد یا به اشتباه مقاومت مصالح رو آغاز میکنیم، خب اونجا خیلی صحبت از بحث تانسور تنش میشه و این یک ترسی رو در دانشجو القا میکنه که واو اصلا تانسور تنش خیلی چیز پیچیده است. من در اینجا سعی خواهم کرد به زبان خیلی ساده در عرض 10 دقیقه به شما بگویم منظور ما از این تانسور تنش چیه دقیقا. نکته مهم این که خب تانسور تنش تانسوره دیگه، همونجوری که اسمش روشن. اولین ابهامی که باعث میشه تانسور تنش اینقدر ترسناک باشه این هستش که اصلا خب این تانسور چی هست؟ به بیان ساده یک ویدیویی دارم دقیقا به همین سبکی که اینجا الان دارم صحبت میکنم با شما، سعی کردم خیلی با بیان روشن در عرض زمان کوتاهی بگم منظور ما از تانسور چیه. خیلی خلاصش این شد که تانسور یک ابزار ریاضی هست که به ما کمک میکنه خیلی راحت تر با پارامترهای فیزیکی کار کنیم. اما برای اینکه کارمون را بیفته در اینجا منظور من از تانسور یک تانسور مرتبه 2 که همون ماتریس 3 درصدی خودمون. پس من وقتی میگم تانسور تنش، جدای از اون مباحث عمیق‌تری که در مورد تانسور داره، اینجا منظورم یک ماتریس 3 درصد است. پس داریم در مورد این صحبت میکنیم که چرا تنش در نهایت به صورت یک ماتریس 3 در 3 که 9 المان در داخلش وجود خواهد داشت، 9 درایه درش وجود داره، چرا بدین صورت است؟ ببینید داستان خیلی ساده، من دنده عقب حرکت میکنم، اول سر خط رو میگم، اون تحت اون اونور چیه؟ شما در نهایت میخواید حرکت اجسام رو بررسی کنید، یعنی یکی از کارهایی که ما در علم مکانیک انجام میدیم بررسی حرکت اجسام نسبت به هم دیگه است. خب دینامیک و این داستان است. خب من برای اینکه حرکت اجسام نسبت به هم بررسی کنم باید قانون دوم نیوتن رو بنویسم، F=ma. در مورد شتاب خب میشه جدا صحبت کرد که شتاب چی هست، آیا مشتق زمانی سرعت هست نیست و الاخر. خب در مورد نیرو F مجموع سیگما F برآیند نیروها، خب ما چند نوع نیرو داریم؟ نیروی خطی، سطحی، حجمی. یه سری نیرو هستن که با طول متناسبن، یه سری با حجم، یه سری با سطح. مثلا اگه یک جسمی حجمش 2 برابر بشه خب وزنش 2 برابر میشه، یعنی با حجم را پس این وزن یک نیروی حجمی است. یا نیروهای الکترومغناطیسی، اینا نیروهای حجمی هستن. یه سری نیروها خطی هستن، مثلا نیروی کشش سطحی که اگه با طول رابطه داره، اگه طول 2 برابر بشه این نیرو 2 برابر میشه. یک سری از نیروها هستن که با سطح رابطه دارن، مثل فشار، با فشار روی سطح وارد میشه و یا تنش برشی، تنش برشی روی سطح هستش که داره اعمال میشه. پس برای اینکه من بتونم در قانون دوم نیوتن سیگما اف مساوی اما اون سیگما اف رو تکلیفش رو روشن کنم، باید انواع نیرو رو بنویسم. خب انواع نیرو اون 2 تا نیرویی که خطی و حجمی هستن و کاری باهاشون نداریم، اون نیروهایی که سطحی هستند رو باید یک روشی برای بیانشون، برای فرموله کردنشون پیدا کنیم که تانسور تنش اتفاقا برای اینه که همون نیروهای سطحی رو برای ما بتونن فرموله کنن. این یه قدم برای اینکه مثلا دنبال چی هست. اما وقتی من یک سطح داشته باشم، روی این سطح، پس در مورد نیروهای سطحی دارم صحبت میکنم، در حال یه سطحی به شما دادن، این میتونه سطح خارجی یک مثلا یه هندونه ای رو فرض کنین، از وسط وقتی میبرین بازش میکنین، اون صورتی رنگ خوشگلی که 2 تا سطح ایجاد میشه دیگه، در حالت کلی یک حجمه که وقتی برش داده میشه 2 تا سطح روبروی هم ایجاد میشه که بردار نرمال هاشون هم عکس همه. بردار نرمال رو چجوری حساب میکنیم؟ در قاعده دست راست دستمون رو به این صورت قرار میدیم و جهت نرمالی ساخته میشه. الان اون هندونه رو که شما در نظر بگیرید، یکیش نرمالش اینوریه، یکیش نرمالش اینوریه، وقتی میافتن رو هم همو خنسا میکنن. میتونه سطح داخلی یک جسم باشه، میتونه سطوح بیرونی یک جسم باشه که سطوح بیرونی خب شروط مرزی بهش اعمال میشه دیگه. شما ممکنه یک برشی رو سطح، مثلا یه آب دریایی رو در نظر بگیرید، یه بادی روش میوزه، اون چیزی که باعث ایجاد موج در داخل آب میشه تنش برشی است که از وزش باد روی سطح بیرونی این آب یا رو بهش میگن سطح آزاد اعمال میشه و حرکت میکنه. پس اگه این سطح من بیرون باشه میشه شرط مرزی، اگه داخلش باشه راجع به همون اتفاق دارم الان صحبت میکنم، به تانسور تنش خواهم رسید در ادامه. حالا اگه من یک سطحی داشته باشم، چند نوع تنش روی این سطح میتونه ایجاد بشه؟ 3 تا بیشتر نمیتونه ایجاد بشه. یک تنش نرمال که عرض کردم
عادی دست راست جهت نرمال و در داخل اون صفحه دو تا تنش عمود بر هم ایجاد میشه، یعنی دو تا تنش برشی بهش میگیم در داخل صفحه ایجاد میشه و یک تنش نرمال عمود بر آن ایجاد خواهد شد. پس من برای اینکه بتوانم حالت تنش رو برای یک صفحه، فعلا دارم یک صفحه صحبت میکنم، روشن بکنم، سه تا عدد باید داشته باشم. شما با هم به من یک بردار باید بدید که حالا بهش میگن تراکشن وکتور، به این چیزی که اسمی داره. این اسامی واقعا اذیت کننده هستن، ما رو اذیت میکنن، باعث میشن مفاهیم ساده رو نفهمیم واقعا. و روی سطح فعلا، چون تانسور تنش توی نقطه تعریف میشه. وقتی میگم تانسور تنش، ما نمیگیم رو کدوم صفحه، میگیم در کدام نقطه، در یک نقطه. ولی فعلا دارم از صفحه شروع میکنم تا در نهایت برسم به اون چیزی که در نهایت تانسور تنش است. پس حالت تنش برای اینکه وضعیت تنش توی نقطه روشن بشه، در یک صفحه مشخص بشه، باید سه تا عدد به شما بدم که یکیش نرمال رو نشون میده، دو تا برشی رو نشون میده. حالا فرض کنید که من در یک نقطه در داخل یک ماده، یک حجمی هستم، میخواهم وضعیت تنش رو در اونجا معرفی کنم. خب شما میتونید از اون نقطه بی نهایت صفحه عبور بدید، از یک نقطه در داخل فضا از اینجا میشه بی نهایت صفحات مختلف عبور داد. پس من حالت تنش در این نقطه رو میتونم به واسطه یه حالت تنش رو صفحاتی که از این نقطه عبور میکنند بیان کنم. دارم اینو شبیهش میکنم به اون قبلی صفحه بود، اما من میدونم که روی صفحه حالت تنش با سه عدد با یک بردار مشخص میشه، بردار تراکشن. حالا میخوام توی یک نقطه حالت تنش رو معرفی کنم. میگم شما از این نقطه بی نهایت صفحه میتونید عبور بدین که هر کدوم از اینها یک بردار تنش روش وجود داره. اما نکته اینجاست، برای اینکه شما حالت تنش توی نقطه رو معرفی کنین، باید سه تا صفحه رو، این عدد سه مهمه، سه تا صفحه‌ای که عبور کرده از اونجا و عمود بر هم هستند رو حالت تنش رو توش داشته باشید. یه بار دیگه تکرار می‌کنم، برای اینکه بتونید وضعیت تنش توی یک نقطه رو توصیف کنید، حالت تنش رو توی یک نقطه توصیف کنید، باید بردار تراکشن روی سه تا صفحه عمود بر هم عبور کرده از آن نقطه داشته باشید. سه تا صفحه برای هر کدوم سه تا اسکالر نیاز دارم تا بردار تراکشن رو اون صفحه رو بدم. سه تا بردار برای سه تا صفحه چند تا میشه کلا؟ میشه 9 تا. دارم همون اون عدد 9 خواهم رسید که در انتها تانسور تنش 3 در 3 میشه 9 دیگه. پس این نقطه رو میگیرم، یه صفحه ازش عبور میدم، عمود برش، مماسه برش سه تا عدد دارم، یکی نرمال، دوتا برش. یه صفحه دیگه عمود بر اون قبلی از اینجا عبور میدم که اون رو هم باز سه تا عدد. یه صفحه سومی که عمود بر اون دو باشر هم عبور میدم. این سه تا رو روی ستونهای یه بردار، دو بردار، سه بردار تشکیل یک ماتریس 3x3 خواهد داد که من یه ویدیویی دارم در مورد مبانی جبر خطی به بیان ساده، 45 دقیقه ویدیوست، سعی کردم کامل اونجا جا بندازم که جبر خطی متاسفانه ما در مقطع کارشناسی نداریم و باید داشته باشیم. اون 45 دقیقه سعی کردم تا حدی به شکل خیلی مفهومی با یه بیان خاصی این مطلب رو جا بدم. جبر خطی خیلی مهمه، ولی من سه تا از صفحه متعامل توی نقطه داشتم، سه تا بردار برای هر کدوم از اینا دارم که اینا رو میام میچینم تو ستون‌های یک ماتریس، اما به این صورت میچینم که نرمال، ستون اول میشه نرمال برشی برشی، ستون دوم میشه برشی نرمال برشی، ستون سوم میشه برشی برشی نرمال، به گونه ای که قطر اصلی این تانسور تنش تنش‌های نرمال باشند، تنش‌های نرمال باشه. با این کاری که من می‌کنم، عناصر روی قطر میشن تنش‌های نرمال، عناصر خارج قطر، یه ستا اینور دارم، یه ستا اینور دارم، سه تا نه تنش‌های برشی خواهند شد. پس یه بار دیگه میشه نرمال برشی 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 نرمال برشی 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 نرمال. پس وسطی ها میشه نرمال و ستای اطراف از هر دو طرف تنش‌های برشی خواهند بود. خیلی ساده بود. پس من الان یه حالت تنش دارم، یک تانسور تنش دارم، به کمک این میتونم بردار تنش یا بردار تراکشن روی هر صفحه دلخواه عبور کننده از آن نقطه، عبور کننده از آن نقطه رو به دست بیارم. پس در نهایت تانسور تنش من یک ماتریس 3x3 خواهد بود، از سه تا بردار تشکیل شده که تنش های نرمال روی
بطرن تنش‌های برشی خارجه. حالا یه سوال، آیا تانسور تنش متقارنه؟ اینجا دیگه داستان خیلی طولانی آغاز میشه. آیا تانسور تنش متقارنه؟ یعنی اون سه تا برشی که اینور هست و این سه تا برشی که اینور هست، اینا با هم برابرن؟ در اکثر مواقع هستن اینجور بگم، اما در حالت کلی این گونه نیست. این چیزی هم که ایجاد شده بهش میگن تانسور تنش کشی، حالا اسم دیگه روش گذاشته شده. آیا تانسور تنش کشی متقارن است؟ در اکثر موارد هست، ولی در برخی کاربردهای خاص، من در مکانیک سیالات من اگه بخوام مثال بزنم، توی پولار فلوید ها و اون فضاها، فرو فلوید ها، تانسور تنش متقارن نیست. یعنی عناصر تنش های برشی در دو سمت این قطر اصلی با هم یکی نیست. ولی در حالت کلی ما سه تا تنش نرمال و سه تا تنش برشی داشته باشیم کافیه، چون سه تا اینور با هم دیگه به شکل متقارن هستن. حالا اجازه بدید اون مواردی رو که عرض کردم به صورت فرموله ببینیم. این یک دستگاه مختصاتی هست که در سه جهت X, Y و Z راست گردم هست و باید دست راست. جهت X رو یک نمایش دادیم، جهت Y رو با 2 و جهت Z رو با عدد 3 نمایش دادم در ادامه داستان. خب عرض کردم که وقتی از یک نقطه در داخل یک محیط پیوسته، باید پیوسته باشه تا بتونیم تنش رو تعریف کنیم، در مورد محیط پیوسته هم قبلا ویدیو تهیه کردم، یک نقطه‌ای در داخل یک محیط پیوسته سه صفحه متعامد رو در نظر بگیرید که صفحات رو ما با بردارهای یکی نرمالشون میسنجیم. این سه صفحه‌ای که عرض کردم در اینجا صفحات XY, XZ و ZY هستن که صفحه YZ نرمالش میشه 1 و 0 و 0، حتما هم باید 1 باشه، اندازش باید 1 باشه. پس یکی از صفحات ما YZ که نرمالش میشه 1 و 0 و 0، یکی از صفحات ما ZX که نرمالش میشه 0 و 1 و 0، و صفحه دیگر XY است که نرمالش میشه 0 و 0 و 1. این سه صفحه متعامد گذر کرده از این نقطه مشخص رو الان من در اینجا بردار تنش رو این سه صفحه رو دارم که اینجا نوشتم. مثلا اونی که 1 و 0 و 0 بود، یعنی صفحه YZ بوده سیگما 1 تای 2 و 1 تای 3 و 1. خب این دارم اندیس ها علت داره نام گذاشت، فعلا نمیخوام وارد اون بشم. اونی که صفحه XZ که پایینه نرمالش میشه محور Y بوده بردار تنش سیگما 2 تای 1 و 2 تای 3 و 2. بعد سومی که صفحه XY هست که نرمالش میشه 0 و 0 و 1، تنش نرمالی که رو صفحه هست سیگما 3 هست و دو تنش برشی تای 1 و تای 2. تا رو برای تنش برشی استفاده کردم، سیگما رو برای تنش نرمال است. حالا من با کمک این 9 عددی که رو تخته داریم دنبال این هستم که حالت تنش رو روی یا تنش های نرمال و برشی روی هر صفحه دلخواه عبور کرده از اونجا به دست بیارم. این صفحه دلخواه به کمک یک نرمال مشخص میشه، یک نرمالی داره، یک که باید باشه. من تحقیق کردم که حتما باید بردارهای نرمالمون 1، این خیلی نکته مهمی است. من یک صفحه دلخواهی از اینجا عبور دادم که بردار نرمالش اونجا نوشتم واسهتون، N1 N2 و N3 N من هستش. میخوام با کمک این اطلاعات مقدار حالت تنش رو یا بردار تراکشن رو روی این صفحه دلخواه به دست بیارم. میگم اینجا هستش که مبانی جبر خطی و اون ویدیویی که در قسمت قبل اشاره کردم اینجا به درد میخوره. من این سه بردار تراکشنی که داشتم سیگما 1 این 2 1 3 1 2 1 3 1 و البته این بالایی 1 2، بعد تنش نرمال میذارم وسط، علتش الان در ادامه خواهید فهمید، و 3 2 رو میذارم پایین و البته سیگما 3 رو میذارم در قسمت پایین و این دو تنش برش 1 3 و 2 3 رو در بالا قرار میدم. دقت کنید که اومدم با وزن N1 و N2 و N3 به صورت خطی این سه بردار تراکشن رو با هم ادغام کردم تا بردار تراکشن جدیدی برای یک صفحه با بردار یکی نرمال N حاصل شد بشود. به این میگن جبر خطی. حالا اینو به صورت جداگانه نوشته شده، سر همش بکن. این چیزی که N1 در این، N2 در این، N3 در این رو میشه به صورت ضرب ماتریسی به این حالت نوشت. خیلی مشخصه چرا. مثلا این اومده در ستون اول قرار گرفته، این یکی در ستون دوم قرار گرفته و سومی در ستون سوم قرار گرفته و N1 و N2 انسان به صورت یک بردار یکی نرمال است کنار هم قرار گرفته. اینو ضرب انجام بدید به همین میرسید، چون سطر اول در ستون اول، ببینید اولی به N1 ضرب میشه، حالا سطر دومو ضرب کنید این به N1 ضرب میشه دوباره، این به این ستون اول داره به N1 ضرب میشه، در این شمین N1 در ستون اول، یعنی ضرب ماتریسی ساده است، چیزی نداره.
پس الان چیزی که حاصل شد اینه که این نه عددی که به صورت جداگانه وجود داشتند در داخل یک ماتریس سه درسه یا یک تانسور مرتبه دو قرار گرفتن که اگر این تانسور مرتبه دو به هر بردار یک نرمالی داتس پروداکت بشه یا همون ضرب ماتریسی بشه، بردار ترکشن یا حالت تنش یا بردار یا تنش های مماستی و یا برشی و نرمال اون روی اون صفحه رو به من میده و من همین رو میخوام. دنبال این هستم که از این تانسور تنش برسم به تنش ها روی صفحات مختلف و بعد مساحت ضرب کنم بهش و بذارم تو قانون دوم نیوت که در نهایت رو من پایین نوشتم که بردار تنش روی صفحهی با بردار یک K نرمال N برابر است با تانسور تنش. دو تا علامت بردار کشیدم چون تانسور مرتبه دو دات در بردار نرمال یک K اون سطحی که میخوام این رو روش بنویسم. حالا بگم در نهایت پس این دات پروداکت که انجام میشه به من بردار ترکشن رو میده. حالا به شما بگم تنش نرمال چیه؟ شما میگید خب این بردار در راستای N مؤلفش میشه تنش نرمال، تصویرش روی صفحه میشه تنش‌های برشی. شما چجوری تصویر به دست میارید؟ دات پروداکت. دات پروداکت یعنی تصویر دیگه. اگر تاو دات N، تاو تانسور تنشه، وقتی به دات N ضرب میشه این میشه بردار ترکشن روی اون صفحه. من کدومش رو میخوام؟ تنش نرمال رو میخوام. پس یه دات پروداکت میکنم به N میشه تنش نرمال روی اون صفحه. اینا دیگه بحث برداریه دیگه، چیز خاصی نیستش. این دات بردار. این پس یک سمت قضیه. حالا بیاید کار دیگه بکنیم. همین حالتی که الان من اینجا به دست آوردم، بر صفحه‌ای رو که می‌خوام تنش رو روش به دست بیارم، در راسته همون صفحه وای زد باشه. ببینیم چی میشه. همون صفحه وای زد. خب نرمالش چیه؟ 1 و 0 و 0. پس من اگه به شما بگم بردار ترکشن رو رو صفحه وای زد به دست بیارید، شما میگید بردار یک کی نرمال آن چی است؟ 1 و 0 و 0 است. 1 و همین رو، همین تانسور تنش رو دات پروداکت میکنم یا همون ضرب ماتریسی میکنم به 1 و 0 و 0. چی میشه؟ سطر اول در ستون اول میشه سیگما 1، سطر دوم در ستون دوم. این ستون اول اینجا خودش رو دوباره نشون میده، ستون اول بازیابی میشه. خب این همون انتظاری است که ما داریم دیگه. یعنی من اومدم گفتم که در راستای 1 و 0 و 0 صفحه‌ای که نرمالش این باشه اینه. خب الان من دوباره وقتی دات پروداکت کردم اون همون رو دوباره پس داد به من دیگه. پس من دارم کار درستی انجام میدم، اشتباه نکردم، یه جور چک کردم، صحت سنجی کردم که اشتباه نکرده باشم. حالا اگر این ترکشن وکتور رو در همین 1 و 0 و 0 دات پروداکت بکنم چی باید بدونم؟ باید تنش نرمال روی اون صفحه رو بده. خب بکنیم ببینیم میشه. این رو به 1 و 0 و 0 دات پروداکت کنم، اولی در اولی میشه سیگما 1 دو تا پایینی 0. یعنی پس چیز جدیدی به من نداد، صرفا به من یک دید بهتری نسبت به ریاضیات داد که اشتباه نکردم و درست رفتم. حالا ممکنه شما سوال بکنید که بعد چرا وقتی تانسور تنش رو می‌نویسم این تنش نرمال من اینجا دوم قرار میگیره، چرا اینجا سوم قرار میگیره، چرا همون سطر اول همش تنش میشه؟ همین چیزی که من میگم، اول من تنش های نرمال رو نوشتم بعد تنش های برشی رو نوشتم. و شما سوال می‌کنید چرا سطر اول همش سیگما 1 نیست؟ علتش برمیگرده به همین، همون کاری که برای 1 و 0 و 0 الان انجام دادیم، این دفعه برای صفحه ایکس زد انجام بدید. صفحه ایکس زد نرمالش از 0 1 0. پس من اگه همین تانسور تنش رو ضرب بکنم به 0 1 0 انتظار دارم به من بردار ترکشن روی صفحه پایینی بده که همین این بود، اینی که اینجا میبینید بود. خب الان اینو ضرب کنید ببینید چی میشه. 0 1 و 0 وقتی به سطر اول در ستون میشه این میاد بیرون، ستون دوم میپره بیرون، ستون دوم میپره بیرون، چون این 1 روی سطر دوم، وقتی سطر دوم به این ضرب بشه این سیگما 2 میاد، سطر سوم به این ضرب بشه این، پس ستون دوم اینجا. این همونیه که ما انتظار داشتیم. یعنی ما خودمون جوری اینا رو با هم ادغام کردیم که ستون ها همان اولیه ها باشه. حالا من سوال میکنم تنش نرمال روی صفحه ایکس زد چیه؟ شما میگید این ستون دوم من دات پروداکت میکنم به 0 1 0 دیگه قرارمون برای این شد تصویرش در راستای اون مخلص. چی باید بده من؟ باید سیگما 2 رو بده. اگر من سیگما 2 رو این دوم نمیذاشتم الان اینجا سیگما نمیداد به من، یه چیز دیگه میداد، تا مثلا تا 1 2 رو میداد. پس علت این که من میام تنش های نرمال رو روی قطر تانسور تنش قرار میدم صرفا به خاطر اینه که وقتی من در جهاتی مثل 0 1 و 0
یا 1 و 0 و 0 و البته 3 رو میرم خودتون انجام بدین، 0 و 0 و 1 رو به عنوان تمرین خودتون انجام بدین. پس از اینکه من اینو دات پر دات کردم و بعد به خود اون راستا دات چیزی که ازش میاد بیرون تنش نرمال باشه، چون دات پروداکت این تصویر دیگه، اینم در راستای عمود باید تنش نرمال بده. به خاطر همین هستش که تنش های نرمال روی قطر چیده شدن. یه مثال هم با هم دیگه حل بکنیم، یه چند تا نکته تکمیلی به شما بگم. یک تانسور تنش به شما داده شده، برای سادگی در حالت دو بعدی من نوشتم که ماتریس 2x2. اگه مسئله 3 بعدی باشه 3x3 میشه، ولی ما چون در اینجا میخوام ساده باشه و زیاد درگیر با پیچیدگی های ریاضی نشیم، یک تانسور تنش متقارن 70 50 50 70، روی قطر 70، هر دو تنش نرمال 70، برشی هم که خب با هم برابرن و 50 هستش. به شما میگویم که اینو به من بگید که در جهت همین این همین کاری که 1 و 0 و 0 فقط اینجا میشه 1 و 0 دیگه، در راستای 1 و 0 چی میشه؟ شما صفحه‌ای که نرمالش 1 و 0 باشه چی میشه؟ صفحه زد وای دیگه، این صفحه نرمالش میشه 1 و 0 چی میشه؟ شما میاد اینو دات پروداکت میکنید به 1 و 0، سطر اول این ستون اول میاد بیرون دیگه. پس بردار تنش 70 و 50 بوده است روی صفحه‌ای که نرمالش 1 و 0. حالا اگه همین کار رو شما با صفحه افقی انجام بدید که نرمالش میشه 0 و 1، همین رو دات پروداکت کنیم مثل این ستون دوم این دفعه میاد بیرون. پس روی دو صفحه اگه من یک المان بگیرم، میخوام ببینید که این اعداد چگونه به صورت تصویری و به صورت عملی در میاد، یک المان مربعی کشیدم اونجا که x و y هم کاملا مشخصه، x افقی است y عمودی است، راستای x میشه 1 و 0 یعنی همین بالایی و راستای y میشه بعد 0 و 1. این 70 و 50 رو اگه من بخوام نشون بدم چجوری باید نشون بدم؟ این 70 تنش نرماله، 50 تنش برشی است، پس مثبت هم یعنی کششی. طبق قاعده، قاعده علامت، وقتی که کششی باشه مثبت، پس من در راستای x 70 رو به صورت کششی کشیدم از هر دو طرف، داره 70 کشیده میشه. ولی 50 رو چگونه میکشید؟ طبق قاعده اگر جهت عمود بر سطح در جهت مثبت محور باشه، اون یکی هم در راستای مثبت محور تعریف میشه. چون الان این جهت در جهت مثبت محور ایکسه، پس جهت تنش برشی در جهت مثبت محور وای باید باشه که پس 50 به سمت بالا کشیده. و اون ور نگاه کنید، چون 70 در جهت خلاف محور ایکسه، پس جهت مثبت تنش برشی خلاف محور وای خواهد شد، پس به سمت پایین خلاف، یعنی 50 به سمت پایین کشیدم. پس 70 هر جفتش کششی است و 50 یک کوپل تشکیل میدن، یکی به سمت بالا یکی به سمت پایین. این دقیقا نمایش بصری و نمایش تصویری این 70 و 50 است که اینجا میبینیم. حالا در راستای x، حالا وقتی به 0 و 1 دات پروداکت میکنیم در راستای عمودی، این میشه 50 و 70. 50 تنش برشیه، 70 تنش نرمال، همچنان کششی است. پس من 70 رو به سمت بالا کشیدم، 70 رو به سمت پایین، در حال کشش هستش. اما برشی چجوری است؟ چون 70 بالا به سمت مثبت محور وایه، پس جهت مثبت تنش، تنش برشی مثبت محور ایکس میشه، پس 50 در راستای مثبت محور ایکس کشیدم. اما اگر که 70 به سمت پایینه، منفی محور وایه، پس منفی محور ایکس جهت مثبت تنش برشی خواهد بود، پس 50 مثبت 50 رو به اون ور کشیدم، در جهت خلاف مثبت محور ایکس ها کشیدم. باز هم هر دو تا 70 در جهت کششی هم، اما 50 ها با هم کوپل تشکیل دادن، یه کوپل اینوری اون ور یه کوپل اینوری دارن که همونجوری که میبینید اینا خلاف همون این کوپلا، یعنی 50 هایی که عمودی ان به این حالت در جهت خلاف عقربه های ساعت دارن میچرخونن المانو، اون 50 هایی که افقی ان در جهت عقربه های ساعت دارن میچرخونن. اگر من حالا بخوام برسم به تقارن تانسور تنش ها، ما میگیم تانسور تنش متقارن است. خب چه زمان متقارنه و طبق چه قانونی؟ قانون بقای اندازه حرکت زاویه‌ای، اگر هیچ گشتاور خارجی از بیرون به مجموعه ماد نشه، خب اصولا نباید بچرخه دیگه، به یه چیزی وقتی گشتاور وارد نشه نمیچرخه، اگه بخواد بچرخه باید گشتاور بهش وارد بشه. اینجا هم دقیقا همینه، وقتی که من این گشتاور خارجی بین اعمال نمی کنم، دقت کنید یه نقطه است، این یه نقطه است که به این صورت کشیدم، در نهایت به سمت یک نقطه میل خواهد کرد، چون که این گشتاور خارجی نداره ولی اون ساختار خیلی ساده ای داره، پس 50 اینوری میچرخونه، دقیقاً باید عکسش هم اونوری بچرخونه، پس این 50 با این 50 باید برابر بشه. اگه این مثلا 40 بود این 50 بود، اون وقت یه کوپل 50 اینور ایجاد میشد، یه کوپل 40 اینور ایجاد، خب اینا خنثی، پس یه چیزی باید اینو بالانس میکرد دیگه. قانون بقای اندازه حرکت زاویه‌ای
که تو چه جور مواردی این اتفاق میافتد وقتی که فرانفلوید باشه یا پولار فلوید باشه یا ساختار ماده و ساختار متفاوتی باشه که دیگه جاذبه ندارش رد بشه. دو تا نکته دیگه هم در اینجا بگم، یکی تنش های اصلی هست و دیگری اینوریانت های تانسور تنش هستن. دومی ساده تره، حالا اولی رو بگم بعد به دومی میرسم. من اون شکلی کشیدم به شما، هم تنش نرمال داشتم هم تنش برشی داشتم. اگر دستگاه مختصاتم رو من بچرخونم، المانم رو اگه بچرخونم، دیگه لزوما تنش های نرمال و برشی این نخواهند بود که وقتی خب المان من میچرخه مثلا یک المان با 45 درجه میشه. آیا همچنان تنش های برشی و نرمالی که اونجا بود همینجا هست؟ نه، چرا؟ چون جهت نرمال عوض شده است. جهت نرمال، حالا میخوام این مفهوم رو یکم به نظر سخت میرسه ولی ما این نکاتی گفتن ان شاء الله جا میفته. یعنی اصلا کاری به اون ندارم. فرض کنید من به شما میگم این تانسور تنش به شما داده شده، این اینجا هست. شما مقدار تراکشن وکتور رو روی جهت 1 و 1 به دست بیارید و یا روی 1 و منفی 1، چون دو تا متعامدن دیگه، همونجوری که میگه 1 و 1 یعنی یک همین این نیم ساز ناحیه اول و سوم و اون یکی هم میشه این. روی این دوتا جهت نوره انگاری که المانم رو به اندازه 45 درجه چرخونده باشم، حالت تنش در اینجا چی میشه؟ به کمک همین تانسور تنش ها میخوام بدونم این اعداد چقدر مهم. من به شما اجازه میدم تو هر جهتی مقدار بدم. من این پایین کار کردم، گفتم مقدار ترکشن وکتور در راست با 1 و 1 میشه همین تانسور تنش 70-50-50-70 که دارم. قرار شد چیکار کنیم؟ دات پروداکت کنیم به بردار نرمال 1 1 و 1 نکنید، 1 باید باشه 1 و رادیکال 2 اگه نذارین کلا محاسباتتون غلط میشه. بس به 1 و 1 و ضرب در 1 و رادیکال 2 ضرب میکنم. خب اینا سطر اول میشه 70 علاوه 50 120، 50 علاوه 70 120 ضرب در 1 بر رادیکال 2 که مقدار، حالا این خود ترکشن وکتوره، من نرمالش رو بردار مقدار تنش نرمال رو از شما خواستم، سیگما تنش نرمال چیکار میکنم؟ دوباره دات پروداکت میکنم به همون بردار نرمال که مقدار تنش نرمالش رو به دست بیارم. پس 120 121 بر رادیکال 2 که ترکشن وکتور بود رو ضرب میکنم به 1 و 1 و 1 بر رادیکال که اتفاقا وقتی اینو ضرب کنیم 1 بر رادیکال 2 ضرب 1 بر رادیکال 2 میشه 1/2. 120 در 1 120 120 در 1 120 2 تا 120 تقسیم بر 2 میشه سر عددی که اینجا ایجاد شد 120 است. خب الان به شما میگم تنش برشی چقدره. خب شما می بردار اندازش 120 بود، الان اینم 120، پس تنش برشی 0 دیگه. اصلا مشخص یک برداری که اندازش 120 کل اندازش و یک درایش یک مؤلفش 120 باشه، خب اون یکی ها مجبورن 0 باشن، پس تنش برشی ندارم. هیچ خالص تنش من تو اونجا از نوع نرماله. همین کار رو با جهت 1 و منفی 1 انجام بدید، همان تانسور تنش رو به 1 و منفی 1 ضرب در 1 بر رادیکال 2 ضرب کنید، خواهد شد که 70 منهای 50 20، پایین میشه 50 منهای 70 منفی 20 ضرب در 1 بر رادیکال 2. باز هم تنش نرمال روی این جهت رو میخوام این دفعه، پس باید اینو دات پروداکت کنم، این چیزی که اینجا بود رو به 1 و منفی 1 در 1 بر رادیکال 2 که 1 بر رادیکال 2 ضرب در 1 بر رادیکال 1/2. این میشه 20، این میشه 20، 40، 42، 20، مجدداً 20، اندازه بردار 20 و مقدارش هم 20، یعنی که سایر درایه ها صفرن. پس در آن یکی راستا هم خالص از نوع نرمال است و مقدارش هم تنش نرمال خالصی هم که هست تنها 20 فقط. خب این میگه عددا شانسی نیست، به این میگن تنش های اصلی، به این دوتا عدد و به اون جهات 45 درجه و متعامدش جهات اصلی گفته میشه. رو من بخوام بنویسم اینجوری باید بنویسم 120 و 0، 0 و 20 قطریه، تانسور تنش به صورت خالص قطری است. حالا این از یه نگاه، خب شما ممکن بگید من 1 و 1 و 1 من از کجا آوردی تو؟ چجوری اینو به دست آوردی؟ من اینجا مفهومی به نام مقادیر ویژه مطرح میشه. شما اگه مقادیر ویژه این تانسور تنش رو به دست بیاورید، خواهید دید که برابر با 120 و 20 میشه اتفاقا، و اگه جهات ویژه یا بردارهای ویژه رو به دست بیارید همون 1 و 1 و 1 و منفی 1 خواهد شد. پس جهات اصلی از دیدگاه ریاضی بردارهای ویژه تانسور تنش هستند و تنشهای اصلی که تنشهای خالص از نوع نرمال در راستای اصلی هستن، اینها همون مقادیر ویژه تانسور. می من یه جوری کامل اینجا با توجه به مفاهیم قبلی نوشتم 120 و 20 رو به دست آوردم، اینجا همون مقادیر ویژه اینا اتفاقا و 1 و 1 و 1 منفی 1 جهات ویژه بودن.
یه نگاه سوم هم میتونیم داشته باشیم به این. خب میدونید چون وقتی که من بخواهم یک ماتریسی رو نسبت به دستگاه مختصاتی دارم، توی دایره مور و اینا تو مقاومت و اینا رو خیلی داشتیم، من بخواهم محور مختصات رو بچرخونم و بعد اون ماتریس رو نسبت به اون مختصات جدید بنویسم، چیکار باید بکنم؟ باید یه روتیشن میتریکس داشته باشم که به اندازه 45 درجه دارم میچرخونم دیگه. این 45 درجه کوسینوس 45، سینوس 45، منفی سینوس 45، کوسینوس 45. این جزء مباحث ریاضیات پایه است. این را اگر به اون بردار، به اون تانسور تنش ضرب کنم و بعد به ترانسپوز همین آر ضرب کنم، اون انگاری که اون ماحصل این چرخانده شده که این ماتریس به اندازه 45 درجه خواهد. خودتون انجام بدیم، چه رادیکال دو دوم، رادیکال دو دوم، منفی رادیکال دو دوم، اینم رادیکال دو دوم. همین رو ضرب کنید به همین تانسور تنشی که اینجا هست و بعد به ترانسپوز بالای ضرب کنید. ترانسپوز یعنی ترانه‌نهادی، یعنی این جای سینوس و این منفی رو عوض کنید، یادتون نره اول اشتباه میشه. خواهید دید که در عین ناباوری جواب شما 120.0028. یعنی چی؟ یعنی وقتی من همین رو بند همین موجود و چیز جدید ایجاد نمیشه، همین تانسور تنش رو به اندازه 45 درجه به کمک این عملیات ضرب برداری ماتریسی و اینها به اندازه 45 درجه میشه، هم یک ماتریس خالص قطری ایجاد میشه که تنش های برشی صفر هم، تنش های نرمال 120 و 20 هستن. این همون مقادیر ویژه هستن و جهات ویژه هستن اون 45 درجه. و البته برای تست میتونید این پایینی که من اول گفتم الان انجام بدید. یعنی بیاید این یک و یک ضرب در یک بر رادیکال داشت. من میدونم اینو بچه ها فراموش میکنن همیشه. اینو ضرب کنید به این و ببینید بله همون 120 و 20 که در قسمت بالا گفتیم به دست اومد. و البته این وریانت های تانسور تنش هستش که نامتغیر بهش میگه، یه چیز عجیب غریبی گفته میشه که یعنی شما وقتی دارید میچرخونید اینو، یعنی عوض میشه این درایه ها، عوض میشن 70 50 50 70، باشه 120، حالا شما ممکنه به جای 45 درجه 60 درجه بچرخم، کاری نداره. اینو بکنید کوسینوس 60، سینوس 60، منفی سینوس 60، کوسینوس 60 و بعد همین آر تاو آر ترانسپوز انجام بدید، یه چیز جدیدی حاصل خواهد شد. خب اون موقع دیگه تنش‌های برشی صفر نیستن. علت اینکه این جهات اصلی برای ما مهمن، اصلی هستن، به خاطر اینکه تنش‌های برشی صفرن و فقط خالص به صورت تنش نرمال داره. ولی در سایر زوایای 30 درجه 60 درجه لزوما این اتفاق در این حالت خاص البته نمیافته. ولی در خلال این چرخاندن ها یه سری چیزای عوض میشه، اما یه سری چیزای خاص عوض نمیشه. مثلا نگاه کنید، شما تریس این ماتریس رو نگاه کنید، تریس یعنی مجموع عناصر روی قطر، 70 علاوه 70 میشه 140. حالا این جدیده که چرخانده شده اون قبلی به اندازه 45 درجه است، اتفاقا مجموع 120 و 20 میشه 140. یعنی شما هر بلای سر این بیارین، هر زاویه خواستید اینو بچرخونید، تریسش یا مجموع عناصر روی قطر عوض نخواهد شد. امتحان کنید خودتون دیگه، میام به جای 45 بکنید 65، 60، 30 دوباره انجام بدید، خواهید که مجموع اون دو تا عددی که در هر حالت نهایی جان بشود دوباره همون مجموعش 140 خواهد شد. این سه تا این وریانت داره. من دو تاشو اینجا نوشتم، یا سومی هم خیلی پرکاربرد هست. معمولا یه این وریانت اوله، اینی که این الان گفتم. یه این وریانت سوم هم داریم که دترمینان ماتریسه. این وریانت دوم داریم که اتفاقا این وریانت دوم خیلی پرکاربرد هست. در کاربردهای مختلف سیارات غیر نیوتنی، پلاستیسیته توی ورتست داینامیک که دیگه راجعش نمیخوام صحبت کنم. اون دترمینان هم اتفاقا عوض نمیشه. شما هر بلای سر این بیاری بچرخونیش به هر اندازه‌ای، دترمینانش ثابته. خب دترمینان این میشه 70 ضرب در 70 منهای 50 ضرب در 50، 70 ضرب در 70 منهای 50 ضرب در 50. حالا دترمینان اینو حساب کنیم میشه حاصل ضرب این که 120 ضرب در 20. حالا سوال بعدی اینه که قبول، من به کمک این تانسور تنش توانستم حالت تنش رو توصیف کنم و اگه این تنش های برشی و نرمال رو من به مساحت ضرب کنم خب نیرو میشه، اما خود این تنش مقدارش چقدر؟ من تنش رو چی بذارم داخل فرمولم در نهایت؟ خب تنش ضرب در مساحت میشه نیرو قوا. خود این تنش فرمولش چیه؟ اینجا یک مفهومی به نام روابط ساختاری مطرح میشه. روابط ساختاری به ما کمک میکنن که این تانسور تنش رو از این حالت به درد نخور، چون تنش چی هستن؟ تنش من چجوری اندازه گیری کنم؟ قابل سنجش نیست برای من، تبدیل بکنم یا جایگزین بکنم، محاسبه کنم بر حسب کمیت‌های سنجش پذیر بر اساس خواص ماده. این روابط ساختاری مثل قانون هوک، قانون فیک، قانون فوریه، قانون لزجت نیوتن، اینا کمک میکنن که تانسور تنش بر حسب کمیت‌های مثل ویسکوزیته، دیفیوزیویتی،
یا کاندکتیویته، اینا خواص ماده هستن، ویسکولیته یه خاصیت سیاله دیگه، یا بر حسب کمیت‌های سنجش پذیری مثل دما، مثل دیسپلیسمنت، سرعت، بر اساس اینا ترجمه بشود. و بعد شما به کمک روابط ساختاری این کمیت‌های سنجش پذیر و خواص ماده رو داخل تانسور تنش جایگزین می‌کنید، حالا تانسور تنش شما به درد بخور میشه و اون رو برای کاربردهایی که واقعا میتونم یک ماده‌ای رو باهاش مدل سازی کنم، یک جریان سیالی رو شبیه سازی کنم استفاده کنید. و البته این تانسور تنش به مساحت ضرب میشه، میشه نیرو، نیرو میره در داخل قانون دوم نیوتن و معادله اصلی شما بر این اساس پایه‌ریزی میشه.